موضوع چیه؟ موضوع شکایت این بود که ما رفته بودیم تربت مسافرت، بعد اومدیم دین خونمون هم تخریب کرده بودن هم لوازم دزدیده بودن. بعد زنگ زدیم کلانتری، اومد انگشت نگاری کرد، تقریبا بعد 24 ساعت کمتر گرفتنشون. چی برده بودن از خونه شما؟ نقد بود و یک 12 میلیون پول نقد و طلا و یکم اسباب بازی و اینجور چیزا. جاب سنگ اینا چند سالشونه؟ دو تا داداش دوقلویی ان که 9 سالشونه، یکیش هم که همسادهشون نذاره اونم 9 سالشونه. هر سه نفر 9 سال دارن. خبری مبنی بر سرقت منزل به سامانه 110 پلیس اعلام میشه و بلافاصله همکاران بنده در حوزه کلانتری 5 تن در محل حاضر میشن. فکر میکردی متهمات اینقدر کوچیک باشن؟ فکر نمیکردم اصلا میدونی نه نردی شکسته شده بود نه شیشه. خب من فکر میکردم کار آشنایه. زن پلیس به سمتی رفت که احتمالاً این سرقت توسط افراد خردسال و به اصطلاح نوجوانی احتمالاً اتفاق افتاده باشه. تو بعضی از افراد نیاز مالی میرن دزدی میکنن، اما بچه چرا دزدی میکنه؟ ببین ما میتونیم قضیه رو با سه مدل نگاه کنیم: یک، نیازها، دو، مسائل تربیتی، و سه، احتمالاً اختلالی میتونه در میون باشه. یه قسمت میتونه بحث نیازهای مالی و اون نیازهایی باشه که به نوعی خانواده نتونسته برای اینا تامین کنه، که ما به تبع تو مصاحبه باید متوجه بشیم این کاری که انجام داده پشتش چه نیازی بوده، چون به اعتقاد ما هر رفتاری پشتش یک نیازی میتونه باشه. از منزل ایشون 12 میلیون تومان نقد یکجا سرقت شده که این حجم مبلغ مالی در منزل یک مقداری با توجه به این بانک‌های متعددی که ما داریم و بحث بانکداری که ما داریم، به مقدار این ضرورت نداره که همه پول در منزل نگه دارن، همین رو میتونن در حساب بانکی بذارن و با کارتی که دارن راحت میتونن تبادل اطلاعات مالی داشته باشن. یه قسمت دیگه بحث نیازی هست تحت عنوان دیده شدن. من باید حضورم تو اون خانواده دیده میشد، اما خیلی از بچه‌ها تو خانواده ها ما بهشون میگیم بچه‌های فراموش شده، بچه‌های مخفول. پدر مادر هر کدوم دنبال کار و زندگی خودشون هستن، این بچه به خاطری که بگه منم هستم یه کاری میخواد انجام بده. حالا بعضی از بچه‌ها به طریق مستقیم مسیر منطقی درسی میخونه، مقام ورزشی میاره، اما بعضی از بچه‌ها ممکن این توان رو نداشته باشن یا یادگیری نداشته باشن، رو میارن به این مدل از کارها. واسه که ما اومدیم الان خدمت جام سرهنگ و دغدغه‌ای که الان مجموعه فرماندهی نظامی مشهد داشتن نسبت به این پرونده، بحث سرقت این بچه ها نیست. اتفاق دیگه ای که اینجا افتاده که الان میخوایم با هم ببینیم، اردو دستش رو شکمش اصلا اینجور موارد نیست. مثلا این تیکر الان از خواهش میکنم همکارم نشون با کمربند زده. یه نفر متوجه میشه بچهش یه همچین کاری کرده، سرقت کرده، چه برخورد درست منطقی معقولی میتونه به عنوان پدر مادر با این بچه انجام بدن؟ بله، اول من خودم به عنوان پدر میگم که حق داریم ما خشمگین باشیم از این رفتار، اما حق نداریم پرخاشگری کنیم و کتک و کتککاری داشته باشیم، چیزی که تو این ماجرا من دیدم و شنیدم. به هر حال ما هیجان رو حق پدر مادر میدونیم، اما اینکه چرا این اتفاق افتاده، به نظر من والدین بیان از نگاه بالا به پایین به این قضیه نگاه کنن که چه شد که کودک ما وارد همچین بازی شد. چون من حدسم اینه که این بچه‌ها یه دلیلی داشتن وارد این فضا شدن، که میگم یه قسمتش واقعا برمیگرده به فضای خانواده، لذا برمیگرده به اینکه ما سبک تربیتیمون، مدل آموزشایی که این بچه‌ها دادیم چه بوده، و مطمئنا در هر جایی من متوجه این رفتار بشم میتونم با اون قواعد تربیتی جلوشو بگیرم. بس گل لقمه خرم، یه لقمه نخرم تو قانم میرم، اگه یه سر سن میاد میگم مامانی از کجایی. اول من خودم به عنوان پدر میگم که حق داریم ما خشمگین باشیم از این رفتار، اما حق نداریم پرخاشگری کنیم و کتک و کتککاری داشته باشیم، چیزی که تو این ماجرا من دیدم و شنیدم. در یه همچین مواردی که بچه تحت حمله پدر مادر قرار میگیره، مورد آزار پدر مادر قرار میگیره، برای این قانون چی دیده؟ بحث کودکان هست و یک جنبه دیگه بحث مادر و خانواده هست. در اون بحث آزار و کودک آزاریایی که اتفاق افتاده، خب اون ارتباطی که ما پیدا میکنه در درجه اول به هر حال اگر گزارشی میشد که حالا به هر حال ما اونجا اجتماعی اعزام میشد و اگر آزاری رو مشاهده میکرد به هر حال تو سیکل و روال خودش از نظر معرفی به قاضی محترم و تصمیم گیری ها انجام میشد. آمدم دیدم یه موتور آمده تو خانه، گفتم مامان این موتور چیه؟ بعد باباش گفت که میلاد رفته بالا پشت بوم آنتن درست کنه، بعد این موتور بوده آوردم پایین که ببینم موتور کولر. اینا منظور یعنی موتور کولر یا موتور سیکل؟ جانا شارژ های بچه‌ها. بچه‌ها آقا میلاد برگرد اینور ببینم، شما رو خیلی کتک میزنم پسرم. خانواده بعد مختای میزنی جانا؟ بعد مختای میزنی. ببین الان بچه یه حالتی مثل تیک داره، چشماشو هی اینجوری میکنه، ما چهره بچه رو به هیچ عنوان نمیتونیم نشون بدیم. از همه بدتر این که حالا این علامتهایی که جام سنگ الان نشون دادم مال اطرافه. جانم
یکی با سایه، یکی با تسمه زد اینجا، یکی با سایه زد اینجا. ببینید الان با خود کمربند تو چشم بچه زدن میلاد. ای وقتی که تو کم میکنه میگن ما مثلا شیطونی مثلا بکنی گاگو داری کتکت میزنه. بچه حالت تیک عصبی داشت، پلکاشو خیلی شدید به هم میزد، لکنت زبان زیادی داشت و به نظر میرسه این بچه آسیب خیلی جدی دیده. برای درمان این فرمودید چقدر طول میکشه و چیکار میشه کرد؟ ببینید میگم ما تو این فضا هم برای کودک باید روانپزشک کودک و روانشناس کودک کار کنه و حداقل یک سالی رو زمان میبره، ولی کار اصلی ما با خانواده است. یه قسمت تمرکز روی مادر و اون سبکی که به هر حال من از این خانواده شنیدم، ارتباطی که بین این دوتا والد یعنی پدر و مادر بود که در مصاحبهشون ما داشتیم، و یه قسمت هم برمیگرده به اون آموزش‌های تربیتی. شما چی؟ شما رو هم کتک میزنن آقا مهدی؟ نه از ما شیطونی میکنه، نمیگیر میزنه. مادر میزنه؟ بابا هم میزنه؟ بابا مادرم. چرا این کودک دچار تیک عصبی شده؟ چون احساس ناکامی میکنه، احساس اصطلاحا ما تو واژه‌مون داریم رها شدگی. این بچه فکر میکنه اصلا هیچ کس نیست که بخواد به او توجه کنه. وقتی که دیگه اومدم خانه دیدم نصف شب دم ازون خشی پشه تو هموم، ما اصلا متوجه خودم که نه، جون گوشام شنوایی 67 درصدش ناشنوایی دادن برام، پردی گوش ندارم از بس که اذیتم کردن داداشام مال زدن سر ارث میراث اینا، پردی گوشم پاره شده جفتش که حتی بیم ندادن حقامه بالا کشیدن. بازم گفتم موبیل نگرفتم، خدا نمرم، نشکایت میکنم نه چه، فقط شکایتم رو بوی بالا سر کردم. تو همین پرونده مشخص شد که مادر خودشون هم در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. اینجوری که میگفتن برادرها تو گوش من زدن، پرده های گوشم پاره شده و آثار بعضی از موارد روانی در مادر دیده میشد. اینجا چی کار میشه کرد؟ ببینید باز دقیقا تو داستان والدین ما میگیم یک، سلامت روان والدین رو ما باید بررسی کنیم، دو، سبکای تربیتیشون باید بررسی بشه. تو سلامت روان اون مصاحبه‌ای که ما با این خانواده داشتیم و از بچه‌ها شنیده بودیم، حد میزنم به هر حال نمیخوام برچسب به اختلال بزنیم، اما سلامت روان زیر سوال رفته. چرا؟ چون یک، رفتارهای همراه با تهدید، دو، درماندگی، و سه، انحراف از آنچه که دیگران انجام نمیدادن روی خانم داره. یعنی مدل تنبیهایی که برای این بچه داشته، با کمربند، با نمیدونم وسایل این بچه‌ها رو اذیت کرده، حکایت از این داره که سلامت روان یه مقداری زیر سوال میره. داش مصطفی، مصطفی چند سالشه؟ من از 20 سالشه. و بابام بعض موقع مامانم بابام میگه ای مامان ما داده کم داره، انگار که دیونه. با چهار دنگان رو با توجه به پیشینهی که ما از مادر شنیدیم و داریم، احتمالاً یا میتونه علایم از اختلال شخصیت باشه یا میتونه علایم از افسردگی باشه، که من افسردگی رو بیشتر میتونم براش در نظر بگیرم. اما در رابطه با اون مادر، من فکر میکنم قبل از اینکه بچه ها پردازیم، در اولین گام باید اون مادر به کمیسیون پزشکی در بحث بیماران مزمن روان بهزیستی معرفی بشه. اگر در کمیسیون پزشکی تایید بشه که ایشون دارای یک اختلال مزمن روان هست، برای درمان، توانبخشی، توانمندسازی و یا حتی معرفی به مراکز نگهداری بیماران مزمن روان اقدام بشه و خانواده به هر حال به جهت دیگه ای سامان بگیره تا این بچه‌ها مسئول باشن. به نظر من اگه این بچه‌ها برگردن بعد از اینکه حالا به هر حال یا شاکی‌ها رضایت دادن یا اگر حبسی رو داشتن در دار و تعدیب جایی به هر حال رفتن، این وضعیت رو وقتی که شاکی دید، هم به لحاظ وضعیت به حساب اقتصادی و اجتماعی این خانواده و هم به لحاظ سن و سالی که این بچه‌ها داشتن برابر اونچه که قانون هم بهش اجازه داده و مال خودش هم هست، از شکایتش صرف نظر کرد. الحمدلله به رضایت ختم شد این پرونده. خب خدا را شکر. برحال وقتی برگردن، تا زمانی که اون مادر تحت آموزش و تحت درمان نباشه، باز این اتفاق چندی دیگه رو خواهد داد. بنابراین من خواهشی که دارم از این خانواده و افرادی که ممکنه یه مقدار احساس کنن برای حالشون خوب نیست تو این فضا، من درسته ممکنه کودکم یه خطایی انجام بده، اما حق ندارم با این سبک از تنبیه و تربیه به نوعی بگیم که کتک زدن با بچه مواجه بشن. سارا ببین، اگه یه وقتی مثلا شما رو بزنن تو خونه، همین بلاها رو سرت بیارن، میدونی باید چی کار بکنی؟ با کجا تماس بگیری؟ با یک دو سه. آفرین، یک دو سه. زنم الان فهمیدی که باید به یک دو سه تماس بگیری، نه جانم؟ کلانتری دعوت کردیم از اورژانس شمایی که آمدن به کلانتری برای بحث کودک آزاری که بچه شده بود. اورژانس شمایی ظاهرن توجهشون کرده که به یک 123، ولی اینا اطلاعی آنچنانی نداشتن. اورژانس شمایی آمدن دیدن اینا رو؟ آمدن دیدن، صورت جلسه کردن. خبر داری شما تو کلانتری یا خانمای مشاور نشستن؟ رایگان مشاوره میدن؟ خبر نداشتم تو کلانتری.
خانم مراجعه میکنی، بعضی کلانتری ها هستن میگه آقا من مشکل دارم بچه‌م یه همچین کار خطایی کرده، شما کارشناسی، شما بگو من چیکار کنم؟ یه خانواده سالم خانواده‌ای که حداقل دو تا اصل رو توش رعایت کرده باشه، یک قانون و مقررات، دو مهر و محبت. تو خیلی از خانواده‌ها میبینید قانون هست مهر نیست، یا برعکس یکی هست یکی دیگه نیست، ولی تو این خانواده متاسفانه نه قانون بوده نه مهر و محبت. قانون به این معنا که از زمانی که فرزند ما در دوران کودکی هست که من اسمشو میذارم پیش یک پیش دو، یعنی حدود 5 سالگی به بعد، ما باید قواعد و مقررات رو با این فرزندمون شروع کنیم به صحبت کردن، کار کردن، حالا با بازی، با داستان، با دیالوگ‌ها یا گفتگوهای مخصوص کودک که توی خانواده اصلا رها بودن بچه‌ها، یعنی هیچ قانونی برای رفت و آمدشون، برای نمیدونم خوابیدنشون، برای استفاده از اسباب بازی که دارن هیچی نبوده. امروز دیروز نیست، یه از قبل که نده زبان گرفته من باهاش صحبت می‌کردم، گفت کرات یه اتفاق براش افتاده. اگر نه ما لحاظ اون بحث آزاری که در خانواده هست، معمولاً روال این هست که فارغ از اون بحث بزهکاریشون، اینها توسط اورژانس به مقام متهم قضایی معرفی میشه، مقام قضایی اقدام اورژانس اجتماعی منظور، توسط اورژانس اجتماعی، بله بله 123، و مقام قضایی اونجا پس از بررسی در رابطه با این که به هر حال چه الزامات قانونی باید رعایت بشه، اون قسمتی که در رابطه با خانواده هست و در رابطه با خانواده الزامات به اونا یادآوری میشه، و اگر هم صلاح بر این باشه و نگاه تخصصی مددکاری و قضایی این باشه که این بچه‌ها در داخل خانواده امنیت ندارن، خب طبیعتاً معرفی میشن به بهزیستی و در مرکز و خانه‌های فرزندان بهزیستی در یک شرایط امنی نگهداری میشن. خیلی دردت گرفت موقعی که زدنه؟ کلا با سگ تصمیم زد که سگ تصمیم کلا کنده رفت دوباره زد. سگه که آهنیش منظور؟ بله. یه جاهایش به نظر میرسه این خود چرم نیست، یه فلز، اون پشت اون تیکه‌ای که بالا من نشون دادم، اون به نظر میرسه خود چرم اینجوری نمیتونه بکنه، اینجوری بلا سر آدم بیاره. جانم پاش خونی رفت، پاش پات خونی شده؟ بله. سعیمون بر اینه که اینجور سن و سالها دستگیری پلیس به صورت قهری برخوردی نشه در معبرهای عمومی و در مرآ و منظر مردم، حتی برای خود اون بچه هم این اتفاق نیفته که با خشونت دستگیر بشن. خیلی از متهمین رو داریم، اراذل اوباشی هستن که در صحنه با خشونت و با قوه قهریه پلیس برخورد میکنه، اما اینها رو با آرامش و با مهربانی به کلانتری هدایت کردن. گفتید شما خودتون تو کلانتری مددکاری دارید دیگه، درسته؟ در نظر معاونت اجتماعی هم دیگه، بله؟ زیر نظر معاونت اجتماعی هستنه، بله. اینا رو فرستادید اونجا؟ مادری بچه رو با بچه ها فرستادیم دایره مددکاری. بعد گفتین داخل دایره مددکاری چه اتفاقی افتاد؟ داخل دایره مددکاری داشتن با مادرشون صحبت میکردن، ظاهرا اونجا هم مادر میلاد حمله کرد به بچه و ضربه شد میشه. تو کلانتری، تو خود مددکاری کلانتری؟ بله بله. گلوی بچه رو گفتن گرفته؟ ظاهرا گلوشو گرفته بود که برای نجاتش شدیم. خودش هم میترسید، گفت تهدیدش کرده که حالا خانه که رفت خفش میکنه، خودش ظاهرا اینطوری میگفت. مادرت گفت میلاد جان بهه؟ خواهشی که از تمام والدین دارم، فرزند پروری مثل فرزند به دنیا آوردن نیست که بگیم یک سیستم ذاتی است و یک سیستم ژنتیکی است. این یک سیستم 100% آموزشی است و حتما ما با روانشناسا در ارتباط باشیم، مطالعه کنیم، یا سی دی های آموزشی که تو این زمینه وجود داره رو ازش استفاده کنیم.